کتاب و اون پرسش بنده رو بیادتونه و همزمان با این خردگیری ها حالا به جا بودنش درسته، جای خودش عمل میشه، رفع نقص عیب میشه و نابجا هم زیاد داریم. مثلا همزمان همون موقع گفته شده وقتی که شورای ملی تصمیم داشت مرامنامه و اساسنامش رو و اعضاش رو معرفی میکرد در یک کانال تلویزیونی، در یک کانال تلویزیونی که حالا من اسم بردم همون کانال یک بود، آقای شهرام همایون هم مدیریت اونجا رو دارن و اون سخنان رو هم گفتن که بجا بودن و نابجا بودنش بایستی اعضای شورا و سخنگوی شورا پاسخ بدن. همزمان داشتن مجلس شورای ملی رو تشکیل میدادن از طریق کانال تلویزیونی. خب شما نظرتون میگم با توجه به پرسش قبلی من چیه در این خصوص بفهمید؟ من این دوتا پرسش که به باور من کلیدی ترین و شوک برانگیز ترین و دغدغه مخاطبان ماست، چه کسانی که به حساب این رادیو رو و این صحبت ما رو در ساعت آینده گوش میدن، چه شاید مثلا به یادگار بمونه صحبت ما و صحت صغم آن چیزی که حداقل من به عنوان سامون منتظری دارم اینجا میگم. به باور من، من زیاد مورد خطاب قرار گرفتم، مخصوصا در رسانه اجتماعی که عضوم، اکثریت قریب اتفاق کسانی را که به حساب این سوال رو داشتن هم از داخل ایران بودن. من گفتم که باید تبریک گفت ظرفیت شورای ملی تصمیم، چرا که کسانی رو که اسمشون ترسناکه میگویند که پراکتیک سیاسی اجتماعیشون ایران رو به ایرانستان میرسونه، ایران خواه نیستن، پرچم رو قبول ندارن، همون پرچمی که تا 24 ساعت آینده دیگه از بقول شما لوگو دیگه میشه به عنوان بیرق ما و اون پرچم نشانه است از ایران، ایران موجود، ایران به حساب مدر و ایران تاریخی. اگر آن کسی که آمد این عضویت و خودش رو به حساب اعلام کرد و مورد رأی قرار گرفت و 50% به اضافه یک رأی آورد، همزمان آن شخص ملزم است به تعهد اخلاقی، تعهد حیثیتی، تعهد بنیادی به این شش بند، از جمله یک پارچگی سرزمینی، از جمله بدون کوچکترین اما اگر و بدون کوچکترین شک و شبهه که این ایران همان ایرانی است که قرار ما سرانجام 85 میلیون ایرانی بدون کوچکترین اما اگری به سرانجام برسونیم، به باور من به ملت ایران باید تبریک گفت و به شورای ملی تصمیم تبریک گفت و آن شخص و آن شخص حقوقی حتی در سازمان مربوطه خودش اون بایستی جوابگوی مثلا ناسیونالیستای تندروی که مثلا میگویند اسامی شهرستان‌ها رو عوض کردن. منو در طول این یک هفته گذشته شما یک جاهای حضور دارین در رسانه اجتماعی که من هم هستم، صدها بار مورد سوال شخصی قرار گرفتم، سخنگوی این جریان نیستم، بنیانگذارش نبودم، به عنوان عضو همراه، ولی در رسانه اجتماعی در چند سال گذشته فعالیت داشتم، تا جایی که عرض و طول وسع کلامی یا آن مجامعی که هستم توضیح دادم. من همین چندی پیش در یک به حساب محفل بزرگان و بازنشستگان دانشگاه ایران اونجا حداقل چی فکر کنم 40 دقیقه توضیح دادم، ولی خصوصی در شوربختانه نتونستم علنیش کنم چون نام بردم از بعضی از دوستان که اینگلایر داشتن، از حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان گفتم 1933 که رئیس جمهور وقت آلمان پاول فون هیندربرگ که این صدر اعظمی رو تنفیذ کرد به آدولف هیتلر، از اینکه سه بار این اسم عوض شد حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان، از حزب کارگران آلمان، از چه عقبی به چه فاشیستی رسید، من اون به صاف 40 دقیقه صحبت کردم و گفتم که هر آن چیزی که هست اساسنامه و بنیان فکری کسانی است که مسئولیت دارن، نه آنانی که عضو شدن و نمیتوانن رنگ و بوی خاصیت خودشونو بخوان به جمع القا کنن. زمانی به من سام منتظری، به شهلا انتظاری، به استاد شریف‌پور، به هر رسانه‌ای که با ما همراهی میکنه و به میلیون ها ایرانی در آینده خورده گرفته میشه که بنا به ورود فلان شخصی که باعث حیرت
شک شبه برانگیزه، اما اگر روشه میگوید به حساب شهرهای آذربایجان اسمش عوض کردن، شهرهای خوزستان اسمش عوض کردن، آن شخص اگر بتواند در یک پروسه دموکراتیک پیشفرض و فرض محال آن به حساب بندی را از اساسنامه فکری به همون کاری که هیتلر کرد، از کجا از کدام حزب تحویل گرفت و بعد از 1945 که اون حزب به حساب منحل شد در توسط دیوان عالی و داستان عالی آلمان وقت، بعد درست هفته بعد از فروپاشی برلین، ببینیم از کجا به کجا رساند. آن چیزی که مهم است این است که آن شخص و آن تک محدود افرادی که این یقین از من داشته باشند، هر آن کسی که منو میشناسد، هر آن کسی که عقبه فکری این رسانه رو میشناسد، باورمند باشد کمتر از انگشتان دو دست یا حتی کمتر از انگشتان یک دست، اگر آن شخص توانست رنگ بوی خاصیت افکار خودشو که قبلش تجربه شو به حساب ملت ایران دیدن، توانست آن بند مورد نظر تمامیت ارضی ایران رو از این مجموعه بگیره، حق با کسان و دلسوزانی است که به حساب ما خورده گرفتن. مطلقا به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی من چنین شک و شبهه و چنین ترسی به دل خودم نیست، به دل این مجموعه نیست، چون نمیتواند آن شخصی که آمده است، من دوباره تاکید میکنم در طول 3 روز گذشته شاید 10-15 بار گفتم، تبریک میگم به شورای ملی تصمیم که آنقدر با ابهت، با عظمت، با امیدواری و با اعتماد بوده است که اون افراد آمدند و صحه گذاشتن با آن چیزی که به حساب تمام زمزمه و تمام دغدغه ملی ماست. این نقطه همینجا بسنده می کنم. اگه کسانی زیادی خورده می گیرن، من آنجا دیگه شوربختانه بایستی شک و تردید به دلم باشه که چقدر به دلسوزم و از کدام آبش خورچینین انتقادی می آید. تا به امروز تجربه شخصی ما بگم تلخ است، ولی جرعتشو دارم که با هموطنان به صاف چیز این ملاحظه رو در میون بذارم و رسانیش صحبت کنم به عنوان سام منتظری، حتی به عنوان عضو شورای ملی تصمیم، نه همین سام منتظری که حداقل این رسانه و مخاطباش در طول سنوات و سالهای گذشته منو میشناسد، هر آن چیزی که به وجود آمد، حتی یک حزب، یک سازمان، یک اینجو 5-10% بدبینانه ترین، ولی 5%ش نفوذی های رژیم بودن. استاد شریف شما میدانین که به حساب اول به عنوان پناهنده آمدن، بعد آمدن یک شهر و یک بزرگر یک کشور و اپوزیسیونشو در این مثلا سوئدی که 1.5% از جمعیتش حدود 120 هزار تا 150 هزار ایرانی در این کشور 10 میلیون زندگی میکنه، از توش امید دانا در آمد که یک پناهنده سیاسی، زندانی سیاسی، و آمد چه این بزرگر چه آلودگی ایجاد کرد و بعد متواری شد از این مملکت. چرا ما باید اینقدر ساده انگار خواب خیال باشیم که جمهوری اسلامی و دکترین مثلا شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ساکت بشیند و اون 3% تا 5%ی که به حساب بر همگان آشکار، شاید رسانه‌ای نشد، شاید این صحبتی که من میکنم تابو شکنی باشه، ما چرا نبایستی به حساب به چه یقینی بایستی به چه استنادی فکر کنیم که در هر جریانی که ساخته میشه جمهوری اسلامی نفوذی و آدمای اپوزیسیون نما نفرسته؟ به باور من هزار البته تلاش خودش میکنه، این هوشیاری عقل خرد جمعی خود ماست. در مورد آن چیزی که رسما شورای ملی تصمیم نرفته تو این مخمسه یا باطلاق اتهام، ولی من به خودم اجازه میدم، چون که به حساب چند جا هم این برونور مشخصا در چند شبکه جمع واسفین رو گفتم، آن چیزی که یک تلویزیون اپوزیسیون ایران و اتهامی وارد نمی کنم، مطلق ادبیات سخیف، ادبیات تحقیر کننده، یا بخوام توهین کنم، یا بخوام هر آن چیزی بشوم که مثلا عقبه بعضی از این شخصیت ها، من بارها از این رسانه گفتم، استاد شریفپور شما رو به شهادت میگیرم، اپوزیسیون یا فعالین سیاسی کسانی هستن رسانه‌ای دارن، کسانی هستن معروفن، کسانی هستن محبوبن، ولی آدمای معروف و محبوب خیلی کم ایران در طول سالیان گذشته با خودش دیده، بنا به هر خصلت و خوی خاصیت و به حساب ناروایی رو که از نظر فرهنگی داشته. هزار البته ایشان یک اتهاماتی رو ناروا وارد کرده، دریغ و درد افسوس. بذار از برتول برشت به عنوان یکی از پیغمبرای زنده خودم که در ذهن زمین من زنده است، ادبیات فکری ایشون و
گمان شاعر پرآوازه آلمانی یاد کنم که ایشون میگفت که به حساب میگفت که نه خودش که نیست ولی میگوید چون زنده است در تاریخ که فقط احمق ها تعجب میکنن. این هم غیر رسمی و غیر رسانی. من بارها حیرت کردم از این سبک سیاق برخورد رسانی، یعنی یک الیتی صاحب نام که در از همین شبکه جهان رادیو شبکه جهانی شهروند مهمان من شما هم بودن، من که همیشه مهمان بودم، شما میزبانشون بودی و اونجا مثلا استاد شریف‌پور در 5 ماه و نیم گذشته 3 دقیقه صدا هست که در اینستاگرام خودم هم من بهش مراجعه کردم به عنوان ثبت تاریخی که کی قرار است که مثلا جبهه فراگیر ملی با چون شما در جریان بودید، جریان ها دیدیگی یکی بشون، راجب اتحاد عمل ها صحبت کردیم، شما شخصا در جریان این که ما به همه این ریز درشت در طول 6 ماه گذشته مراجعه کردیم. ولی وقتی که مهر سکوت این الیت روشنفکری یا اپوزیسیون بر لب میزنن و خودشون رو به نادانستن میدانن و کسی در این مجموعه سکوت مطلق که کاش که حداقل 50% حقیقت میگفت، هرچند 50% از حقیقت هم خودش جرمی است از نظر شکستن وجدان بشریته، ولی سکوت مطلق از این که مثلا این اسم دزدیده شده ولی همان شخص به من سام منتظری مراجعه کرده، 1000 البته شاید 99% نه 1000 البته، این صحبت من ایشون خواهد شنید به واسطه این جمع علنی که ایشان جز کسانی بود که هنوز این اسم کمتر از 30 نفر بود برای من فرستاد که در جریانی چنین جمعی هم قرار است این صحبت از خیلی قلب‌تر از اینه که چنین جمعی در فلان تلویزیون جمع بشن و این آن حیرت کردنه قرار است جمع بشن. من در جواب نوشتم که چه جست گریخته چنین چیزی شنیدم، امیدوارم که بشود. ولی این شخص و این اشخاص و کسانی رو که ما بهشون مراجعه کردیم و کسانی رو که ما در جریانات به حساب خودشون بودیم، من میتونم نام ببرم، سامو منتظری، این شاید جالب باشه و ثبت تاریخی بشه برای مخاطبان ما، سامو منتظری در جبهه فراگیر ملی بوده به عنوان در بالاترین سوخت ساز این ماجرا دعوت شده، در دفتر سیاسی شده، پیشنهاد دبیر کلی جبهه فراگیر ملی رو بهشون دادن، همین شخصی که الان صداش میشنوین، و گفته نمیتواند که حضور داشته باشد و هر آن جایی رو هم که بوده به خاطر که به دست اسناد بوده نبودم، قسم به شرفم، به شرف ملیم، قسم به اسناد دسترسی پیدا نکنم، گفتم و دیگران حدود 37 نفر دیگم شاهدن، همه شاهدها زندن چون تاریخ 30 سال پیش نیست، گفتم که من و یکی از شیرزنان و شیردلان ایران زمین که معرف حضور خاصان هم است که من اینجا چون اجازه ازشون نگرفتم اسمشو بیارم، گفتیم چون که ما یک سیستم پارالیلی رو همزمان جای دیگر داریم بنیان میکنیم و فکر میکنیم اخلاقی نیست این به حساب چیزی رو که پروژه‌ای رو که شما پیش میبرین هم ما مشارکتی داشته باشیم و چون میدونیم این سیستم پارالل به همین زودی ها خانه ها به هم یکی میشه، ما نمیخواهیم انرژی خودمون رو تقسیم برده کنیم و آنجا من شخصا هر آن چیزی رو که دعوت شده بودم و هر آن چیزی که حضور داشتم به عنوان ناظر یا به عنوان هر پیشنهاد و در کدوم به حساب چارت سازمانی که تشکیل شده بود من پامو کشیدم کنار و به حساب همگان میدانن، ولی آن همگانی را که میدانند احتمالا من مورد به حساب اماگرم قرار بگیرم برای یاران خودم در شورای ملی تصمیم که چرا اینو بازو میکردم، ولی شوربختانه متاسفانه من 3 روز پیش در جایی اینو گفتم، اعتمادم بود در یک جمع به